ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. در 16 برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی، هموطنانمان با کمک‌های بی‌دریغ خود به سیمای آزادی و با حمایت‌های پرشورشان از مقاومت و مجاهدان اشرف و لیبرتی بار دیگر حماسه آفریدند و ما را رهین منت و الطاف خود کردند. به آگاهی بینندگان گرامی می‌رسانیم که در برنامه امشب همیاری ملی که پس از اخبار ادامه خواهد یافت، خواهر مجاهد فروغ زرکش، همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، شرکت خواهد داشت. به ادامه خبرها توجه فرمایید. جان برد وزیر خارجه کانادا بار دیگر تأکید کرد دیکتاتوری ارتجایی آخوندی باید دستگاه سرکوب را جمع کند و به جاه طلبی های اتمی پایان دهد. وزیر خارجه کانادا طی مقاله‌ای با عنوان رژیم ایران را با اعمالش قضاوت کنید و نه با حرف‌های پوچان نوشت. جهان در هفته‌ها و ماه‌های آینده حسن روحانی را زیر نظر خواهد گرفت تا ببیند آیا آمال و آرزوهای مردم ایران محقق خواهد شد یا نه. شک و تردید کانادا در مورد اینکه رژیم ایران متعهد به ایجاد اصلاحات واقعی باشد به قوت خود باقی است. در آمبرت که در روزنامه کانادایی گلوب اند میل روز شنبه منتشر شده آمده است، رژیم ایران برخلاف خواسته های ابراز شده مردم ایران به جاه طلبی اتمی ادامه می دهد و التزامات خود را نسبت به حقوق بشر آمدانه نقض می کند. حمایت از گروه های تروریستی و رژیم اسد را ادامه می دهد. علاوه بر این پیشینه خود روحانی در زمینه اتمی چیزی به اعتبار او نمی افزاید. بنابراین صرف نظر از این نقاط پرشک و تردید، به نظر می رسد این دیکتاتوری ارتجایی مذهبی و نظامی یک فرصت دیگر داشته باشد. یعنی علی خامنه ای باید تصمیم بگیرد که در مسیر کنونی پیش برود یا بگذارد دستگاه سرکوب و استبداد و وحشت جای خود را به کامیابی و آزادی مردم ایران بدهد. وزیر خارجه کانادا اضافه کرد در حالی که رژیم ایران به پایمال کردن آرزوهای مردم خودش ادامه می‌دهد، جهان به اصطلاح اشاره‌های میانه‌روی را از این رژیم نمی‌پذیرد و اداها و رفتاری که به تغییر سیستماتیک منجر نشوند را قبول نمی‌کند. تغییری که خواست مردم ایران است و لایق آن هستند. لذا لازمه یه تغییر جدی همکاری کامل رژیم ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و محترم شمردن حقوق بشر است. علاوه بر این باید حمایت از مزدوران مرگ و تباهی و هرج و مرج در منطقه را متوقف کند و به منافع شهروندان ایرانی اولویت دهد. جان برد تأکید کرد کانادا و سایر کشورهای جهان رژیم را زیر نظر خواهند داشت تا به اصلاحات عمیق دست بزند تا مردم ایران به طور واقعی آرزوهای خود را محقق کنند. جهان رژیم ایران را با اعمالش قضاوت خواهد کرد و نه با ابتذال و حرفهای پوچ یا یک اقدام سمبولیک این رژیم. رسانه‌های حکومتی از جنگ گسترده گرگ‌ها و بانبازی‌ها در مجلس ارتجاع بر سر وزرای کابینه آخوند روحانی خبر می‌دهند. از یک سو باند خامنه‌ای تلاش می‌کند شکست مفتزهانه ولی فقیه در مهندسی انتخابات را با غالب کردن وزرای مورد نظرش به کابینه روحانی جبران کند و از سوی دیگر باند رقیب در همدستی با پاسدار لاریجانی رئیس مجلس سعی در پس زدن موانع آنها دارد. به گزارشی در این رابطه توجه فرمایید. سایت حکومتی پارسینه از جانب باند مغلوب می‌نویسد بعضی از افراطیون مجلس به دنبال آن هستند به نام حوادث 88 وزرای غیر مقبول خود را رد کنند و گزینه‌های نزدیک خود را پیش پای روحانی بگذارند که این خلاف شعار تعامل مجلس با دولت است. بنابر این گفته‌های علی مطهری بهتر مشخص می‌کند افراطیون پس از شکست در انتخابات 11 ریاست جمهوری به دنبال یک پیروزی هستند و حضور وزرای نزدیک به خود را مصداق جبران این شکست می دانند. از روز تحلیف تا کنون بعضی از گروه های سیاسی و تندروی خارج مجلس نمایندگان مجلس را تحت فشار خود قرار دادند تا نمایندگان در رأی اعتماد به وزرا تغییر نظر بدهند تا جای نزدیکان خود را در کابینه باز کنند.
رأی اعتمادی که هیئت رئیسه مجلس نسبت به آن نظر روشنی دارد، ولی همچنان عده‌ای این نظر هیئت رئیسه مجلس را نمی‌پذیرند و مدام بر طبل خود می‌کوبند. آخوند سالک نماینده مجلس ارتجاع از باند خامنه‌ای گفت اگر وزرای پیشنهادی به هر نوعی در فتنه سال 88 دخیل بوده باشند، مطمئنن صالح محسوب نمی شوند. چرا که ساختار فکری وی نیز به همان گونه است. برخی وزرای پیشنهادی ممکن است اظهار کنند که با ولایت هستند و از فتنه براءت جویند، اما در عمل به شکل دیگر رفتار کنند که این خطرناک است. چرا که عناصر عجیب و غریبی با التماس کردن و به دست گرفتن قرآن در بین نمایندگان حضور می‌یابند که همواره روی آنها علامت سؤال بزرگی وجود دارد. بی سابقه ترین لابی برای رأی اعتماد به وزرا در مجلس به چشم می‌خورد. احمد شوهانی نماینده مجلس رژیم از ایلام نیز اظهار داشت برخی از وزرای پیشنهادی هیئتی 40 نفره را همراه خود برای جلب نظر نمایندگان و گرفتن رأی اعتماد به مجلس می‌آورند که واقعا جای تعجب است که دستاندرکاران مجلس چگونه این همه افراد را به درون مجلس راه می‌دهند. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس ارتجاع از باند خامنه‌ای گفت یکی از شاخصهای وفاداری یا عدم وفاداری به نظام مواضع فرد پیشنهاد شده در جریان فتنه 78 و 88 است. کسی که در فتنه 78 و 88 به این نظام وفادار نبوده، ممکن است در فتنه هایی که دشمنان در آینده برای ما ایجاد کنند نقش ایفا کند و لذا ما نمی توانیم به فردی که قبلا وفاداری خود را به اثبات نرسانده اعتماد کنیم و او را در صدر بخشی از نظام قرار دهیم. فاطمه آلیا از باند خامنه‌ای در مجلس مهمترین ملاک رأی اعتماد به وزرا را عملکرد آنها در جریان قیام 88 دانست و از حضور برخی در فهرست کابینه روحانی انتقاد کرد. همزمان مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ارتجاع در مصاحبه با تلویزیون حکومتی وحشت رژیم را از قیام و سرنگونی برملا کرد و گفت مخصوصا من به صراحت عرض میکنم یکی از خط‌کشی هایی که امروز در مجلس شاهدیم بین نماینده ها محترم بحث فتنه است. یعنی کسانی که مرزبندی خودشون رو با جریان فتنه روشن نکنن در مجلس یه مقداری در ابهام قرار میگیرن. به صراحت بگم اون چیزی که نظر دارم بگم، بله ممکنه قبل از انتخابات هر کسی با یک ایدهی موافق بوده و اطلاعی هم نداشته که این یک جریان فتنه است و داره از خارج از کشورم ساپورت میشه، ممکنه اینها باشه، اما بعدش فهمیده حالا میاد اون مرز خودش رو با اون جریان مشخص میکنه. اون چی که ما در مجلس امروز شاهد هستیم، البته هر که نظر خودش رو داره، ممکنه همکاران عزیز ما نظرات دیگه ای داشته باشن، اون این است که خط قرمز فتنه رو مجلس بسیار روش حساسیت داره، چون در همین مقاطع ما میخوایم ببینیم که این وزرا کجا قرار میگیرن. خدای نخواسته شاید یک بحرانی در کشور پیش اومد، کجا قرار میگیره؟ اونور خط قرار میگیره یا اینور خط قرار میگیره؟ بعد سوم بعد سیاسی است، چون میخواد اعتماد بکنه ببینه در مقاطع مختلفی که یه موضوع سیاسی یا یک بحران سیاسی در کشور پیش میاد، این وزیر از اون وزرایی هست که جار خالی نکنه، یا بینش این وزیر طوری هست که راه کج رو انتخاب نکنه و مسیر درست رو انتخاب بکنه. یک چیزی که مهم، خیلی مهمه برای نماینده، این است که این وزیر با آهنگ ولایت حرکت میکنه در مقاطع حساس، ولایتی است یا نه که وابستگی های دیگه ای ممکنه داشته باشه، اینا غیر از سلیقه های سیاسی است. علی مطهری نماینده دیگر مجلس رژیم گفت این که بخواهند از هر وزیر پیشنهادی سوال کنند که موضع شما درباره فتنه چیست، مقداری بی منطق به نظر می رسد. مهم این است که کسی در آن آشوب‌های خیابانی نقش نداشته باشد. اگر کسی اقداماتی همچون آتش زدن سطل زباله و یا حمایت از آشوب‌ها را انجام داده است، این فرد صلاحیت ندارد. ولی اگر کسی مثلا به نتیجه انتخابات اعتراض داشته
و حتی معتقد بوده که تقلب شده است، این گناهی نیست. وی افزود یکی از وزرای پیشنهادی هم قبلاً در وزارت اطلاعات بوده که باید در مورد این ابهام، یعنی درباره قتل‌های زنجیره‌ای، توضیحات لازم را بدهد. از سوی دیگر برومند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس رژیم گفت با وجود ممانعت نمایندگان افراطی، وزرایی چون ربیعی، زنگنه، نجفی و میلی منفرد به پاستور راه می‌یابند و افراطیون برای مانع تراشی مقابل کابینه شانسی ندارند. در همین حال علی ربیعی از مهرهای اطلاعاتی باند مغلوب و از نزدیکان آخوند روحانی که به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شده است، بر سرسپردگی خود به ولی فقیه ارتجاع تأکید کرد و گفت من خط امام را در زمان زنده بودن ایشان هیچگاه فراموش نکردم و به ولایت فقیه پایبند بودم. نسبت به رهبری هم علاوه بر فقه و اعتقاد علاقه شخصی دارم و کاری خلاف فرمایش ایشان نکردم. در سال 88 هم عملی بر خلاف فرمایشات ایشان انجام ندادم. در انتخابات مجلس نهم هم برخی می گفتند تحریم کنید، اما من مصاحبه کردم و گفتم اعتقادم به مشارکت در انتخابات است. اخبار را با تحولات عراق ادامه می دهیم. انفجارهای مرگبار در بغداد و دیگر شهرهای عراق بیش از 100 کشته و 300 مجروح به جای گذاشت. شورای شوخ اشایر در رسانهای بپا خواسته مسئولیت انفجارها را متوجه مالکی دانست و اعلام کرد در پشت این انفجارها رژیم ایران قرار دارد. تلویزیون فلوجه گزارش داد که نظامیان فرقه‌گرا به شکل گسترده‌ای در مناطق استان دیالی مستقر شدند. شورای هماهنگی جوانان عراق نیز مسئولیت کامل انفجارهای روز شنبه را بر عهده مالکی و دولت وی دانست. سرمد عطایی نویسنده و پژوهشگر سیاسی به تلویزیون اسکای نیوز گفت در کمتر از یک ساعت در 7 شهر عراق ده‌ها خانواده عزادار شدند. بعضی اماکنی که هدف قرار گرفتند در ناصریه و در بغداد و مناطق دیگر پارک کودک بوده است. عطایی افزود علت اینکه دولت مالکی استعفا نمی‌دهد تا یک دولتی بیاید که حافظ امنیت عراقیان باشد این است که این یک دولت نیست و برای همه هم شناخته شده است که اینها یک تیم سیاسی نظامی هستند که از نوری مالکی شروع می شود و 3 سال پیش به دلیل چسبیدن به قدرت به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. امروز حتی از رفتن به مجلس جهت اینکه وضعیت امنیتی را توضیح دهد کفره می رود. امروز مالکی علیه روش‌های پارلمانی کودتا کرده، علیه همه اصول روند سیاسی کودتا کرده و به قدرت چسبیده است. چیزی که امروز در عراق حاصل شد یک کودتا علیه دموکراسی و شکست سیاسی است. تلویزیون بی بی سی جهانی در گزارشی از موج انفجارهای روز شنبه در عراق گفت موج انفجارها طوفانی از خشم را متوجه دولت مالکی کرده است. رمضان امسال با 670 کشته خشونت‌آمیزترین رمضان از سال 2007 تا کنون و یکی از مرگبارترین رمضان‌هایی بود که عراق طی سالیان گذشته به خود دیده است. تقریبا تمامی انفجارهای روز شنبه در عراق مراکز خرید و خیابان‌های پر ازدحام را مورد هدف قرار دادند و به نظر می‌رسد مانند موارد قبلی این حملات هماهنگ شده بودند. میزان هماهنگی‌ها در این انفجارها بسیار قابل توجه است. به گزارش تلویزیون التغییر، خامنه‌ای در ادامه دخالت‌های مستمر رژیم ایران در امور داخلی عراق درباره تروریسمی که علیه شهرهای عراقی عمل می‌کند گفت این تروریسم از حمایت مالی و معنوی کشورهای منطقه برخوردار است. تلویزیون التغییر افزود خامنه‌ای در حال دیگران را متهم به تروریسم در عراق می‌کند که رژیم ایران به دخالت افسار گسیخته در امور عراق متهم است و این رژیم ایران است که امنیت عراق را به هم ریخته است. جواد الحسنوی از رهبران فراکسیون احرار وابسته به جریان صدر از اتحاد ملی خواست که موضعی قاطع داشته باشد و مالکی و همه افراد فاسد در دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح را مورد حسابرسی قرار بدهد. به گزارش تلویزیون التغییر جواد الحسنوی گفت
اتحاد ملی بایستی موضع قاطع داشته باشد و این دولت را که از این جریان است و رئیس آن مالکی را در مورد وقایع اخیر مورد حسابرسی قرار بدهد. همه افراد دفتر مالکی فاسد هستند و همه در پرونده‌های فساد مالی و اداری دست دارند و خود مالکی نیز خبر دارد، ولی از این پرونده‌ها برای باجگیری استفاده می‌کند. حتی از پرونده‌های فساد برخی از سیاستمداران برای باجگیری از آنها استفاده می‌شود، نه برای دفاع از حقوق مردم. رحیم العقیلی رئیس سابق سازمان سالمسازی عراق گفت ظاهر شدن مکرر مالکی در تلویزیون و صحبت کردن از فقیران و مستمندان بیانگر عجز دولت وی در مدیریت پرونده عمران و سازندگی و خدمات پایه‌ای در عراق است. وی افزود مالکی فقط ظاهرسازی می کند که تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از واقعیت صحنه عراق از فروپاشی امنیتی تا سرقت سرمایه های اقتصادی و پولی کشور است. دکتر ظافر العانی از رهبران العراقی گفت حزب الدعوه در تاریخ سیاسیش قبل از سال 2003 از احزابی بود که وابستگی خارجی داشت و اکثریت سران آن به فشارهای سیاسی و مذهبی رژیم ایران تن می دادند. تحولی که در افزایش روابط بین حزب الدعوه و رژیم ایران صورت گرفته بعد از به قدرت رسیدن حزب الدعوه در بغداد در سالهای گذشته بود است. با خبرهایی از قیام مردم سوریه اخبار را به پایان میبریم. ارتش آزادی سوریه یکی از مراکز تجمع نیروهای حزب الشیطان در محله اشاغور در دمشق را هدف حمله قرار داد. در این تهاجم بیش از 40 تن از نیروهای حزب الشیطان و شبه نظامیان اسد به هلاکت رسیدند. در رومه لازقیه در ساحل سوریه نبردها بین ارتش آزادی سوریه و نظامیان اسد ادامه دارد. در این درگیری ها تعداد زیادی از نظامیان اسد کشته و اسیر شدند. برج باروده در یکی از ارتفاعات منطقه بعد از نبردهای سنگین به تصرف ارتش آزادی سوریه درآمد. پس از این پیشروی ارتش آزادی، نظامیان اسد با توپخانه این مناطق را توپباران می‌کنند. خبرگزاری رویتر گزارش داد نیروهای بشار اسد در استان لازقیه در وضعیت دفاعی قرار گرفتند و پیشروی اخیر رزمندگان کنترل بشار اسد بر کشور را تضعیف کرده است. از همین رو بشار اسد تلاش می‌کند با بمباران هوایی از پیشروی رزمندگان سوری در لازقیه که مرکز قدرت طائفه بشار اسد است جلوگیری کند. نیروهای جنایتکار بشار اسد یک کودکستان را در شهر ادلب بمباران کردند. تعداد زیادی از کودکان این کودکستان مورد اصابت قرار گرفتند. رزمندگان در سوریه موفق شدند یک هواپیمای شناسایی متعلق به رژیم اسد را در آسمان قوطه شرقی سرنگون کنند. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در اینجا به پایان می‌رسد. تا بخش بعدی خبر همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار همه شما.